دایناسورها نتونستن خودشون رو با شرایط جدید انطباق بدن، بنابراین از گردونه تکامل حذف شدن. اما موجودات بسیار کوچکتری هم بودن که چون دستگاه تنظیم حرارت داشتن زنده موندن، مثل اجداد ما انسان‌ها. حالا یه مثال دیگه، یه ماهی تو آب رو در نظر بگیرین. بدن اون ماهی برای زندگی تو آب ساخته شده، به محض اینکه از آب اینو بیاری بیرون خب میمیره، چون از شرایطی که باهاش منطبق بوده جدا میشه. حالا بریم سراغ انسان. بدن انسان برای زندگی روی خشکی ساخته شده، اگه انسان رو همینطوری بکنی زیر آب خب میمیره، اما همین انسان با زیر دریایی با استفاده از تجهیزات غواصی مثل یه ماهی به اعماق اقیانوس ها میره. ماهی این توان رو نداشت که خودش رو با خشکی انطباق بده، اما انسان به دلیل ویژگی های ذاتیش میتونه خودش رو با هر شرایطی منطبق کنه، یعنی میتونه شرایط رو متناسب با خواستهای خودش تغییر بده. حالا راستی این انسان چه ویژگی هایی داره که میتونه خودش رو با هر شرایطی به صورت فعال منطبق کنه؟ انسان موجودی است دارای آگاهی و اختیار، و علاوه بر این انسان موجودی است اجتماعی. این ویژگی ها برای انسان امکان انطباق فعال با محیط رو مهیا میکنه. به دانشگاه صنعتی شریف در سال 58 بریم و ضمن شرکت در کلاس های تبیین جهان مفهوم انطباق فعال انسانی رو از زبان آقای مسعود رجوی بشنویم. تطبیق همون قاعده اساسی که گفتیم همه جا حاکم در سراسر بررسی کردیم، در سراسر دنیای جانداران و موجودات زنده، چه حیوانات چه انسان. حیوانات رو دیدیم در مقابل شرایط نامساعد کوچ میکنن، مهاجرت میکنن. کلن دیدیم که برخوردشون پاسیله، اکتیو نیست، نمیتونن محیط تغییر بدن جز در مواقع خیلی خیلی کم، بلکه میرن محیط مناسب پیدا میکنن. در حالی که درست برد انسان محیط رو تغییر میده. اول صحبت کردیم که بایش برخورد فعال داره، برخوردی آگاهانه داره و برخوردی ارادی داره. تطابق انسان اصلا در درک اجتماعی میسره. با زندگی دست جمعی ما میتونیم با طبیعت مبارزه بکنیم و موانع راه کمال رو برداریم. به عبارت دیگه قانونمندی ها رو تشخیص میدیم، با قانونمندی ها شرایط رو تغییر میدیم، قانونمندی ها رو علیه هم به کار میدازیم و کار خودم رو پیش میداریم. از آب برق میگیریم، با برق روشنایی ایجاد میکنیم، در شب خلقه میکنیم، انرژی نوکی در نفت رو تبدیل به انرژی حرارتی میکنیم، در سرما غلبه میکنیم، آب رو از پایین از شاخ به بالا میکشیم و شرایط بقا خودم رو تأمین میکنیم. پس انسان و حیوان هر دو مسئله شون رو به هر حال با محیط حل میکنن، یکی فعال و یکی اساسا منفعل. تطبیق انسان ویژگی های خود انسان رو داره، آگاهانه است، ارادی و در ظرف اجتماعی برمید. تطابق حیوانات صرفا بیولوژیک است، در کار قرایه بیشون هست، یعنی در یک دایره تنگ محدود حول حفظ خودشون و حفظ نسلشون، نه اینکه خودشون ارتقا پیدا بکنن. در حالی که انسان صرف نظر از تطابق بیولوژیکی تطابق روانی هم داره. در بسیاری موارد بقای عقیدتی و روانی انسان حتی بقای فیزیکی و مادی جسمش رو تحت شعاع قرار میده. حاضر شهید بشه انسان در این داشتن قرایز اونها رو مهار میکنه.